خدا سلام شاگردای خوب سنف نهم وقتتان بخیر انشاءالله که حال همه شما خوب باشه و درس گذشته تونا خوانده باشیم در ابتدا برای ای که متوجه بشیم شما درس گذشته را خوب یاد گرفتید یا نه چند تا سوال داریم این سوالا اشاره به مهمترین نکات درس قبل داره سوال اول مرض اسهال چگونه رخ میدهد؟ سوال دوم در چه صورتی ما به مرض اسهال مبتلا می شویم. سوال سوم علت قبضیت چیست؟ شما باید قبضیت بشناسید و علت مبتلا شدن به قبضیت بدانید. و سوال چهارم علائم اپندیکس اوفونی چیست؟ ما و شما یک مبحث جدید را تحت عنوان سیستم تنفسی شروع می کنیم. خب ما گفتیم موجودات چندین حجروی در ساختار بدنشان دارای چندین سیستم هست امروز سیستم تنفسی را با یکدیگر میخوانیم این موجودات چندین حجروی دارای چندین سیستم مانند سیستم تنفسی سیستم اطراحیه سیستم گردش مواد سیستم حازمه و غیره هست که در درسهای گذشته شما سیستم حازمه را به طور مفصل خواندیم اما در این در رابطه با سیستم تنفسی میخوانیم ایکه این سیستم تنفسی شامل چه بخش هایی هسته؟ بدانید که سیستم تنفسی دو بخش داره یکی مجاری هوا و یکی دیگر ششها هسته یا همو ریه های ما اما وظیفه سیستم تنفسی چی هسته؟ سیستم تنفسی ما و شما این وظیفه را داره که اکسیژن موجود در هوا را بگیره در اختیار خون قرار بده و از طریق خون به تمام حجرات بدن ما برسانه و کاربون دایوکسایده از تک تک حجرات به عنوان یک ماده اضافی و زاید وارد خون کنه از طریق خون پس دوباره به ششها یا ریه ها برسانه و طی عمل بازدم به محیط برگردانه ای وظیفه اصلی سیستم تنفسی هست در ابتدا مجاری هوا را در سیستم تنفسی ما و شما میخوانیم مجاری هوا یعنی مسیر عبور هوا چشمایتان رو ببندیم، یک نفس عمیق بکشید حالا میخوایم ببینیم این هوا از کجا عبور کرد مجاری هوا شامل بینی شامل حلقوم هنجره قصبت و ریه یا نای هست البته خود نای شاخ شاخه هایی میشه که در اسلایدهای بعدی میخوانیم او شاخه ها دیگه به داخل ششها یا ریاها ها وارد میشه پس مجاری هوا شامل بینی حلقوم هنجره و قصبت و ریه یا نای هست اولین عضوی از بدن ما و شما که هوا را از محیط دریافت میکنه بینی هسته اما این بینی وظیفه بسیار مهم می داره و او وظیفه ای هست که هوا را تصفیه و پاک کنه حال ببینیم که این بینی چگونه این کار انجام میده چه ویژگی ها و چه تخصص هایی را پیدا کرده که می برای ما این ویژگی یا این وظایف انجام بده بینی که مهمترین کار او تصفیه هوا هستش این تصفیه هوا را به کمک یک سری مویگ های ریز در داخل بینی انجام میده اگه ساختار بینی را در مقابل آینه که قرار میگیرید سرتان بالا بدین این مویک ها را شما از سقف بینی میبینین حالا ساختار بینی طوری هست خداوند طوری بینی را آفریده طوری ایجاد کرده که چند تا کار برای ما انجام میده یکی مویرک های خونی فراوانی ما در بینی داریم به خاطر همی هسته که با کوچکترین ضربه یا گرمای خیلی شدید ما دچار خونریزی از بینی میشیم چون مویرک های بینی بسیار نازکه این مای های بینی علاوه بر از که هوا را برای ما و شما در دا داخل بینی گرم میکنه در کنار مویک ها کار دیگه ای را هم انجام میده این مویک ها هوا را تصفیه میکنه یعنی ذرات گرد و خاک و میکروب ها به این مویک ها میچسبه و تا حدودی هوا را تصفیه میکنه بخش بعدی هوا از بینی که عبور کرد به داخل حلقوم میرسه هلقوم راه عبور هوا است این حلقوم در ابتدای خودش دارای هنجره است هنجره را کی میدانه شاگردای خوب که چه کار برای ما میکنه بله هنجره دارای دو تناب صوتی هست که صدا تولید میکنه ما و شما اگه چشم خود ببندیم و یک صدا را بشنویم بدون از او که او طرف ببینیم از روی صدای از او تشخیص میدیم که صدای مرد هست یا صدای زن به خاطر از که ما دو تناب صوتی داریم یک تناب صوتی رشته های زخیم تری داره که وقتی عبور هوا از او تارا عبور میکنه و میلرزه صدای کلوفت و یک صدای بمی که مال مردها هست ایجاد میشه و یک نوع دیگه از تناب های صوتی ما نازک هسته که در هنگام عبور هوا که به لرزش در بیایه یک صدای نازک وزیر ایجاد میکنه که صدای خانم ها یا صدای زنان هسته طوری که ما با چشم بسته هم صدای زن و مرده تشخیص میدیم در موقعی که غذا بلعیده میشه غذا اون چی که در فصل حازمه گفتیم غذا باید به داخل میری بره در او قسمت به این موضوع اشاره کردم برای شما شاگردا اگر یادتان باشه ای حلقوم در هنگام عبور غذا به وسیله زبانچه هلقوم یا پیگلوت بسته میشد. اما در هنگام عبور هوا باید باز باشه تا هوا از راه بینی و حلقوم وارد یک بخش دیگه به نام قصبت و ریا یا نای شود. به خاطر داشته باشید شاگردهای خوب که چلم و سیگرت کشیدن دود از اونا به مجاری تنفسی ما آسیب فراوان میرسانه و به مرور زمان خدای ناخواسته ما را ممکنه به سرطان های ریه مبتلا کنه خب هوا بعد از اینکه از بینی گذشت از حلقوم و هنجره عبور پیدا کرد به قصبت ریه یا نای میرسه قصبت ریه یا نای به چی شکل هسته و خود از او دارایی چه بخشایی است شاگردای خوبی من اگر ما این مجاری هوا و موقعیت نای یا قصبت ریه را بخوایم بدانیم مشابه یک درخت واژگون هسته یک درختی که واژگون و سرچپه شکل به نظر میرسه پس ما مجاری هواره به چی تشبیه میکنیم به یک درختی واژگون به این شکل باز برای شما خواهم گفت که این حبابایی که اینجا میکشیم چی خواهد بود همین شکل ما به این قسمت هم داریم اینجا نای یا قسمت و ریه هست در پایین به دو قسمت تقسیم میشه هر کدام از اینها برانش نامیده میشه هر کدام از اینها چی نام داره؟ برانش یک نای یا قصبت و ریه به دو شاخه تقسیم میشه به نام برانش برانش ها وارد ریه ها میشه و وقتی وارد ریه ها شد به شاخه های کوچکتری دیگه تقسیم میشه که به هر کدام از اینها برانشیول گفته میشه چی گفته میشه؟ آفرین برانشیول حالا اگه این قسمت که ریه هست در نظر نگیریم مثل یک درخت واژگون باشه ای تنه درخت باشه این شاخه های اصلی درخت باشه این شاخه های فرعی و ای کیسه های هوایی که در ریه ما داریم همون میوه های یک درخت باشه پس خود از این قسمت شش یا ریه های ما هست اینها شش یا ریه هست که هر شش ریه دارای تعداد بسیار زیادی کیسه های هوایی کیسه های هوایی به همین خاطر است که مجاری هواره به درخت واژگون تشبیه میشه هوا از راه بینی و حلقوم عبور کرد خود برنا یا قصبت و ریه رسان به دو شاخه تقسیم میشه چون ما دو ریه یا دو تشوش داریم هر شاخه اصلی برانشیو برانش, برانش و شاخه های فرعی برانشیول نام داره و برانشیول ها به کیسه های هوایی ختم میشه ای از مجاری هوا در سیستم تنفسی خب مجاری هوا را با یکدیگر کشیدیم و دیدیم اما ای قسمت و ریه در همه افراد یکسانه کوچیک و بزرگه یا نه با همدیگه فرق میکنه قسمت ریه یا نای مشابه یک نل یا یک لوله توخالی هسته که ساختار قزروفی شکل داره شما در دا بیولوژی سنف هفتم در سال پیش خواندید که انساج ارتباطی شامل استخوان قزروف و خونه حالا این خود دیواره از قسمت ریه از حلقه های قزروفی شکل درست شده است طول نای در افراد بالغ ثابت هسته 11 سانتی متر درازی یا طول داره و دو نیم سانتی متر قطر داره تقریبا اندازه همو مری بود که در سیستم حازمه هم با او آشنا شدیم در دا داخل نای چه اتفاقاتی میفته چه چی چیزهایی وجود داره سطح داخل مجراهای بدن ما و شما انساج بشروی داره باز هم در بیولوژی سنف هفت خواندیم که در حیوانات و جانوران انساج بشروی از بیرون همو پوسته و از داخل سطح داخلی مجراهای بدن مخاط نام داره این قسمت لایه مخاطی از خودش یک ماده لزج و چسبناکی را میسازه به نام مایه مخاطی اما این مایه مخاطی برای چی هسته؟ این مایه مخاطی برای ما کار دفاع را انجام میده این مایه مخاطی هم محیط داخل نای مرتوب میکنه تا نفس کشیدن راحت شوه و هم برای ما و شما کار دفاع را انجام میده میکروب هایی که از بینی جان سالم به در برده و خود به نای یا قسمت ریه رسانده بزی موی... قشای مخاطی ما به این مایع مخاطی میچسبه و اجازه نمیده که وارد بخش های زیرین خود شود این مایع مخاطی چی میشه این مایع مخاطی یا در سرفه های ما به صورت خلط از بدن یا بلغم از بدن خارج میشه از دهان و یا بلعیده میشه به داخل معده میره اگر به داخل معده رفت که توسط تیزاب معدوی می، از بین برده میشه و اگر هم که بب... با بلغم به بیرون از بدن رفت که باز هم از شر از این میکروب ها ما و شما راحت میشیم همینجا ما برای شما بگیم در سرماخوردگی ها گاهی وقتا که ما صرفه های شدید میکنیم بهتر است که همین مایه مخاط یا بلغم از سینه یا از داخل نای ما و شما کنده شود چون این میکروب ها را با خود به بیرون میبره اگر سرفه ها خشک باشه دردناک هم میشه خب برانش ها و برانش ها را هم شناختیم شاخه های نای یا قصب ریه برانش نام داره و برانش ها به داخل ریه ها یا شش های ما و شما وارد میشه اما در رابطه با شش ها ما چند عدد شش داریم بازم درست گفتید آفرین هر انسان دو عدد شش داره یکی در سمت راست و یکی در سمت چپ تا همین قدم ما و شما میدانیم حالا میخوایم بیشتر بدانیم ای شوشها ها جنس از اینا از چیه و اینا دارای ای چه بخش ها هسته و چه اتفاقاتی در دا داخل از اینا رخ میده بیولوژی دانا آمدن و شوشها را به دو تا بالون یا کیسه ای از پر از هوا تشبیه کردن بالون ها یا کیسه های هوایی یا شوشهای های ما یکی در سمت چپ و یکی در سمت راست یک نکته جالبم برای شما شاگردای خوب بگم شوشا از نظر اندازه با یکدیگر برابر نیستن شوش سمت چپ کوچکتره کی میتونه بگه چرا آفرین به او شاگرد خوبی که درسای خود خوب خوانده سمت چپ بدن ما و شما چون قلب حضور داره به همین خاطر شوش سمت چپ ما کوچکتر است از نظر اندازه از شوش یا ریه سمت راست ما خب این های ما اسفنجی و الاستیک از نظر جنس اسفنجی هسته یعنی چی؟ یعنی سوراخ سوراخ هسته چون کیسه های هوایی داره الاستیک یعنی چی؟ یعنی میتونه کوچیک و بزرگ بشه شما یک عمل دم عمیق انجام بدین یک نفس عمیق بکشین ششها بزرگ میشه یک بازدم انجام بدین ششها کوچیک میشه همین کوچیک و بزرگ شدن به خاطر الاستیک بودن ریاها هسته اما ریاه ها در دا داخل قفسه سینه قرار دارد در دا زیر قبرقه ها که از زیر به وسیله پرده هجاب حاجز یا دیافراگم از احشای شکم جدا می شد در سیستم حازمه هم گفتیم که سیستم حازمه ما از اعضای قفسه سینه با دیافراگم یا هجاب حاجز جدا می شش ششها به همین صورت از روده ها امعا میده کبد و جگر ما تفکیک میشه و جدا میشه خب هوا عبور کرد از بینی وارد حلقوم شد از حلقوم به قصبت ریه یا نای رسید از اونجا به برانش ها از اونجا به برانش یوله ها وارد ریه ها شد حالا میخوایم ببینیم که در کیسه های هوایی چی اتفاقی رخ میده خب شاگردای خوب ما دقت کنید که کیسه های هوایی محل اصلی تبادل گاز ها است محل اصلی تبادل گازات تنفسی هست برای شما کشیدیم گفتیم که برانش و برانشیول ها من یک طرف هم میکشم طرف دیگه مشابه همیه دارای کیسه های هوایی هست حالا من یکی از کیسه های هوایی را برای شما بزرگتر میکشم خب این برانشیول هسته حالا در اینجا ما تجمعی از چندین کیسه هوایی داریم هر کدام از این کیسه های هوایی از بیرون از اینا مویرگ دور از اینا پیچ خورده مویرگ های خونی از بیرون کیسه های هوایی را میپوشونه و اما چه اتفاقی در اینجا رخ میده یکی از این کیسه های هوایی را بزرگتر میکشیم به داخل کیسه های هوایی چون هوا از بینی حلقوم نای عبور کرد برانش، برانشیول خود رسان و داخل کیسه های هوایی حالا در دا داخل کیسه های هوایی ما و شما پر از گاز اکسیژن یا اودو هسته خب، مویرگ خونی هم از بیرون روی ازیر پوشانده این مویرگ خونی باشه مویرگ خونی در دا داخل مویرگ خونی اکسیژن کمه اینجا اکسیژن کم اما در دا داخل کیسه های هوایی اکسیژن زیاد است چه اتفاقی میافته؟ آفرین شاگردای خوب اونایی که در سنف هفتم بیولوژی را خوب یاد گرفتن میدانه که اینجی طبق پدیده انتشار به طور خود به خود گاز اکسیژن از داخل کیسه های هوایی وارد مویرک های خونی میشه خب از طریق مویرک خونی هوای خون تصفیه شده خون پر از هوای تازه و اکسیژن خود به قلب میرسانه و از طریق قلب پم میشه و به تمام حجرات بدن میرسه حالا در حجرات بدن باز گاز تنفسی کاربون دای اکساید جمع آوری میشه چون به عنوان یک ماده اضافی و زایده حالا این طرف کاربون دای در داخل مویرک های خونی زیاده خب این کاربون دای طبق پدیده انتشار به طور خود به خود به داخل کیسه های هوایی وارد میشن چون کیسه های هوایی در عمل دم اکسیژن زیاد داره و در عمل بازدم کاربون دی اکساید زیاد میشه طبق پدیده انتشار از مویرک های خونی خود به داخل کیسه های هوایی میرسانه و از طریق کیسه های هوایی پس همین مسیر برانشیول ها برانش ها قصبت و ریه یا نای حلقوم و بینی از بدن خارج میشه پس ما طی عمل دم اکسیژن را از محیط میگیریم به کیسه های هوایی میرسانیم به خون وارد میشه و طی عمل بازدم کاربون دایوکساید را از حجرات که به خون داده میگیریم وارد کیسه های هوایی میکنیم به برانشیول ها برانش ها نای یا قصبت ریه حلقوم و بینی و محیط بیرون پس میدیم این کار اصلی سیستم تنفسی ما و شما هست خب شاگردای خوب درس امروز ما درس جذابی بود حالا فهمیدیم که در یک نفس عمیق کشیدن چه اتفاقاتی پشت سر از او در بدن ما انجام میشه و یه اکسیژن و هوای پاکه به داخل ریه های ما میرسانه خب شاگردای خوبم امیدوار هستم که درس امروز به خوبی متوجه شده باشید اما عیب نداره اگر جایی را از درس برای شما مبهم هست سوالی دارید یا کدام موضوعی را متوجه نشدید از طریق شماره واتساب دو سفر نو سد و شست و چهار و با ما به تماس بشید تا جلسه بعدی درستان را به خوبی بخوانید همه شما عزیزان به خدای یکتا و بزرگ میسپارم خدا یارو نگهدار همه شما